کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند برابرند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با یکی دیگه از برنامه های امامت از دیدگاه عقل با گرایش حصر عقلی در خدمت بینندگان عزیز هستیم. کماکان منتظریم و مایلیم و دوست داریم عاشقانه که با ما در تماس باشید و دوستانتون رو دعوت کنید به این برنامه و با ایمیل ها و پیامک هاتون ما رو همراهی بفرمایید. عنوانی که در این بحث داریم سوالی است که میپرسیم. شیعه میگوید امام کسی است که قادر بر احیاء اموات است، می تواند مرده را زنده کند. اهل سنت می گویند چنین چیزی شرط در امامت نیست. سوال من اینه، بعد از پیغمبر من یه رهبری انتخاب کنم که بتونه مرده را زنده کنه، بلکه بتواند به جمادات جان بدهد، سنگریزه را به حرکت در بیاره، درخت رو به حرکت در میاره، کدومی که بهتره؟ شما در انتخاب انتخاب کن. امامی که حی باشد و بتواند محیی هم باشد، مرده رو زنده کنه، به درخت بگه حرکت کن حرکت کنه، به جمادات بگه حرکت کن حرکت کنه، به خورشید بگوید برگرد برگردد، با آنها که ذوی العقول نیستن با آنها سخن بگوید، نه تنها مرده را زنده کند، بی جان را جان بدهد. بحث ملکه و عدم ملکه را اگر آیون در منطق خونده اند می دانند که دیوار قابل سخن گفتن و زنده شدن نیست. ما صحبت سر کسی داریم، امام من کسی است که دیوار را هم زنده کند، کوه را هم زنده کند، نه تنها مرده 1000 سال پیش را زنده کند. تو بحث امکان عقلش قرآن این مسئله را بحث کرده که اصلا چنین چیزی ممکنه؟ چنین چیزی جز معجزات انبیا هست؟ تحی الموتا به اذنی، به حضرت عیسی میگه تو مرده را زنده میکنی به اذن من. همین معنا، حداقل همین معنا، تحی الموتا به اذنی. امام کسی است که باید بتواند مرده را به اذن الله زنده کنه. کدومی که بهتره؟ امام که بتونه مرده زنده بکنه یا امامی که نمیتونه مرده زنده کنه؟ کدومی که بهتره؟ و در این احیا قوغاهایی است، مرده را زنده کند یعنی بتواند درک بدهد، فعل بدهد، حیات بدهد. آمد خدمت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام، گفت آقا من دلیل میخوام بر امامت شما. همه شما جوانا حق دارین این سوال را در حرم حضرت رضا، در حرم علی ابن در حرم سید الشهدا، در حرم موسی ابن جعفر بپرسید، بگید آقا من دلیل بر امامتت میخوام. به حضرت رضا گفت آقا دلیل بر امامتتون میخوام. به چه دلیل شما امام منید؟ به چه دلیل من باید دنبال شما باشم و شما دنبال من نباشید؟ حضرت فرمودن این عصای من چه چوب خشکه، این عصای من زنده با تو حرف بزنه کافیه، شهادت به امامت من بده کافیه. ببینید حضرت اشاره میکنن به احیاء یه چیزی که از نظر قابلیت قابلیت احیاء نداره، چوب خشک، یعنی یه مقام برتر رو بهش پیشنهاد میکنن. یه وقت هست میاد یه مرده رو زنده میکنه، بو علی سینا رو زنده میکنه، یه وقت میاد انیشتن رو زنده میکنه، یه وقت میاد ارسطو رو زنده میکنه، یه مرده های قدیمی رو زنده میکنه. اونا مرده های بودن که قابلیت
زنده شدن رو دارن. قال من یحیی العظام و هی الرمیم قل یحییها الذی انشأها اول مره و هو بكل خلق علیم. حضرت رضا میفرن چوب رو زنده میکنم حرف بزنه، ولی او میگوید آقا من یه عیالی داشتم، خیلی جوان بود، خیلی محبوب من بود، خیلی بهش علاقه داشتم، یک سال فوت شده، یک سال از مرگش میگذره، اگر شما امام منید او رو زنده کنید، دوباره با من زندگی کنه. حضرت از جا بلند شدن، فرمودن پاشو برو خونه، من عیال تو رو به اذن الله زنده کردم، از قبر بیرون آوردم، آمده خانه با همون کفن تنش، اومده خونه منتظر تو نشسته، میترسه سریع خودتو بهش برسون تا بفهمی امام کیه. دوان دوان آمد خانه، دید عیالش با کفن تو خونش نشسته، پرسید چه شد؟ گفت جوان آقایی با این خصوصیات، با این لباس، شال سبزی به کمر داشت، همون خصوصیات لباس حضرت رضا رو بیان کرد، بالا سر قبر من ایستاد، به من فرمود قم به اذن الله، از جا برخیز. تمام لحد با تمام خاک ها از جا بلند شد، کنار رفت، بیرون ریخت، من راه قبر برم باز شد، از جا بلند شدم، اجزاء من به هم متصل شد، من پوسیده دو مرتبه زنده شدم. خطاب کرد به من برو خونه، شوهرت منتظر توست، به زودی به سوی تو خواهد آمد. حضرت رضا بهش فرموده بودن یک سال با تو زندگی می کند، از تو حمل بر می دارد، برای تو یه پسر می زاید، دو مرتبه از دنیا خواهد رفت، تا تو بفهمی من امامم. شیعه می گوید امام من باید زنده باشه، حتی مرده زنده کند، همون مبنایی که قرآن بیان میکنه. اهل سنت میگویند در امامت شرط نیست، مرده زنده کنم. ابوبکر مرده یک نفر رو هم زنده نکرد، عمر یک نفر رو هم زنده نکرد، عثمان یک نفر رو هم زنده نکرد، معاویه یک نفر رو هم زنده نکرد، خلفای بنی امیه و بنی العباس هیچ کدوم عرضه چنین کاری نداشتن. کدوم بهتره؟ امامی رو انتخاب کنید که مرده زنده کنه، می تواند احیاء داشته باشه، حییست که محیی باشه. یه وقت میگیم او حی لایموته، یه وقت میگیم یحیی الارض بعد موتها، یخرج المیت من الحی و یخرج الحی من المیت. محیی باشه، کدوم یک بهتره؟ افلا تعقلون، افلا تشعرون، افلا تتفکرون و قلیل من عبادی الشکور. حق دارید، قرآن میگه و قلیل من عبادی الشکور. آدمای فهیم کمن، آدمای عاقل کمن، آدمای اهل تعقل کمن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ساقی کوثر علی، 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 ساقی کوثر علی. هر دو جهان تو مقتدای منی، نه از قدیر از ازل تو آشنای منی، به قاب دل حق شد جمال روی ماه تو، به جان ناقابه شبم فدای راه تو، دهم همه هستی به شوق یک نگاه تو. ساقی کوثر علی، ساقی کوثر علی.